سلام همراهان هویجی، خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیوی جذاب دیگه از هویج در خدمت شما هستیم. مسی در جام جهانی 2018، چه اتفاقی برای ستاره آرژانتین افتاده؟ هنوز چیزی از جام جهانی نگذشته، اما از همین حالا یکی از تصاویر نمادین این جام در اذهان شکل گرفته. قامت خمیده و حال و روز آشفته لیونل مسی وقتی که پنجشنبه شب در نیوژنی نوگورود پس از شکست 3-0 آرژانتین مقابل کرواسی در مسابقه یک طرف زمین را ترک می‌کرد و یک راست به رختکن می‌رفت. ستاره آرژانتین که 5 بار عنوان بهترین بازیکن جهان را کسب کرده، 2 بازی است که نه گلی زده نه پاس گلی داده. او حتی ضربه پنالتی را هم در اولین بازی تیمش از دست داد. حالا آرژانتین برای نخستین بار از سال 2002 و برای اولین بار از زمانی که مسیح در این تیم درخشید، در آستانه حذف از جام در مرحله گروهی قرار گرفته است. مسی در 30 سالگی دست کم روی کاغذ هنوز فرصت دارد که در یک جام جهانی دیگر هم حضور داشته باشد، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که جام جهانی 2018 روسیه احتمالاً آخرین فرصت اوست که با آرژانتین در مسابقات تراز اول به پیروزی برسد. بزرگترین دستاورد او برای تیم ملی کشورش تا به امروز کسب طلای المپیک پکن در سال 2008 بوده است. این فصل برای مسی در تیم باشگاهیش بارسلونا هم فصل درخشانی نبوده. کاتالان ها هرچند قهرمان لیگ و برنده جام حذفی اسپانیا شدند، اما برای سومین فصل پیاپی در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان شکست خوردند و حذف شدند، در حالی که رقیب سرسختشان رئال مادرید برای 3 سال پیاپی قهرمان شد و سلطه‌اش را بر فوتبال اروپا به رخ کشید. چند دلیل وجود دارد که چرا مسی در این فصل آنطور که از او انتظار می‌رود ندرخشیده است. با هم ادامه این ویدیو رو می‌بینیم، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. بدن او خسته است. در فصلی که گذشت مسی در 54 مسابقه بازی کرد. بالاترین آمار خود او از فصل 2014-2015 و یکی از بالاترین تعداد بازی‌ها در کل. بر اساس آمار سایت ترانسفر مارکت، او 4468 دقیقه بازی کرده و به طور متوسط 82.7 دقیقه در هر بازی در زمین بوده است. او در پایان فصل برای بارسلونا 45 گل زده و 18 پاس گل داده بود. 2. مصدومیت جزئی اما مزمن. روزنامه آرژانتینی کلارین در ماه آوریل امسال به نقل از منابعی در تیم ملی این کشور از آسیب دیدگی ران پای راست مسی خبر داد که توان او را برای فرارها و تغییر جهت‌های سریع گرفته است. این مشکلات وقتی علنی شد که مسی در بازی‌های دوستانه با ایتالیا و اسپانیا بازی نکرد. در مسابقه دوم او فقط نظارگر باخت 6-1 تیمش به اسپانیا بود. 3. آرژانتینی روزها چندان تیم خوبی نیست. آرژانتین در بازی‌های انتخابی جام جهانی روسیه در منطقه آمریکای جنوبی خیلی بد بود و سرانجام در آخرین بازی مرحله انتخابی توانست جواز حضور در روسیه را به دست آورد. مسی با 7 گل بهترین گلزن آرژانتین در بازی‌های انتخابی بود، اما این مانع از انتقاد شدید طرفداران و رسانه‌ها از تیم ملی آرژانتین نشد. اگرچه آرژانتین در جام جهانی قبلی به فینال رسید و فقط در وقت اضافه با 1 گل مغلوب آلمان شد، اما آخرین باری که این تیم قهرمان جام جهانی شده سال 1986 بوده. آنها در سال 1993 به بعد قهرمان جام ملت‌های آمریکای جنوبی نشدند و 2 قهرمانی در المپیک 2004 و 2008 هم تسلای زیادی برای هواداران این تیم نیست. 4. حواس مسی به رونالدوست. شرایط نامطلوب مسی با درخشش خیره کننده رقیب او رونالدو برجسته شده است. بازیکنی که همیشه معیاری بوده تا نمایش مسی خوب یا ضعیف ارزیابی شود. رونالدو شروعی طوفانی در این جام جهانی داشته. 3 گل به اسپانیا که یکی از آنها کاشته‌ای بود که در خاطره‌ها خواهد ماند. او در بازی بعدی هم با 1 ضربه سر محکم دروازه مراکش را باز کرد که تنها گل بازی بود. تا به حال که رونالدو مهار نشدنی بوده، اما در این جام جهانی به یاد ماندنی‌ترین کار مسی پنالتی بود که هالدورسون دروازه‌بان ایسلند آن را مهار کرد.
علاوه بر این دو سال پیش رونالدو کاری کرد که مسی قادر به انجام آن نبوده و تیمش را تا قهرمانی در جام ملت‌های اروپا بالا کشید. رونالدو در تمام مسابقات یورو 2016 خیره کننده بود. او در فینال در دقیقه 22 به دلیل مصدومیت تعویض شد، اما بعد در کنار زمین در نقش مربی ظاهر شد و تیمش را هدایت کرد و مربی اصلی در واقع سایه‌ای بود پشت سر او در کنار زمین. اکنون این خطر وجود دارد که مسی هم تماشاگر جام جهانی شود، اما بدون بهانه مصدومیت. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو تماشا کنید. ممنون که با همین نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو دارید.